مقامات عالی رتبه ایران و چین همکاری‌های تهران و پکن را در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار مهم و روابط دو جانبه را راهبردی ارزیابی کردند. آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با ون جیاباو نخست وزیر چین، با اشاره به نقش تعیین کننده و انکارناپذیر تهران در ثبات خاورمیانه و حل و فصل چالش‌های جهانی گفت: قدرت‌های جهانی با آگاهی از جایگاه و نقش ایران خواستار توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی هستند. ون جیاباو نخست وزیر چین جایگاه مهم ایران را در عرصه بین‌المللی یادآور شد و گفت پکن با شناخت کامل از این جایگاه خواستار گسترش روابط در تمام زمینه‌ها و حضور مشترک دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی است. نخست وزیر چین با استقبال از مواضع و پیشنهادهای ایران در گفتگوهای 5+1 آن را مهم و سازنده خواند. معاون اول رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر چین ظرفیت‌های فراوان موجود در دو کشور به ویژه در بخش‌های انرژی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی را زمینه‌ساز تقویت و رشد روزافزون روابط و مناسبات ایران و چین دانستند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین به دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت تهران برای مشارکت در تأمین نیازهای کشورهای عضو سازمان شانگهای آمادگی دارد. رحیمی با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد انحصار و سلطه بر ملت‌ها گفت تهران می‌تواند نیاز کشورهای عضو شانگهای را به انرژی تأمین کند. نوری گالیوف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، نیز حضور ایران را در این سازمان مهم خواند و گفت اکثر کشورهای عضو شانگهای به نقش ایران در توسعه همکاری‌ها از جمله تأمین انرژی و ترانزیت کالا امیدوارند. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پکن، چین.